وزارت ترانسپورت هوانوردی از انتقال بیجا شدگان از شیرخان بندر ولایت کندز خبر می‌دهد. وزیر ترانسپورت هوانوردی می‌گوید که از چند روز به این سو بیشتر از 200 تن در 7 پرواز از شیرخان بندر به مزار شریف انتقال داده شدند. به گفته وی این وزارت می‌کوشد برای انتقال بیجا شدگان شمار پروازها را افزایش دهد. وزیر ترانسپورت و هوانوردی از آمادگی های لازم برای انتقال بیجا شدگان شیرخان بندر ولایت کندز و کاهش بهای تکت های هواپیماها برای انتقال آنان به کابل سخن میزند. او تعداد بیجا شده هایی که در شیرخان بندر بودند تا هنوز 7 پرواز صورت گرفته توسط کمپانی کامیر و بیش از 200 نفر تا هنوز به مزار شریف انتقال پیدا کرده و بیش از 200 نفر تا هنوز به مزار شریف انتقال پیدا کرده و توسط کمپانی کامیر. در این حال شماری از باشندگان کشور از دولت میخواند که برای حل مشکلات آنان توجه جدی کند. کسانی که واسطه دارند، کسانی که وسیله دارند، کسانی که مقامات میشن، آنها ثبت نام کردند و کسانی کسیر نمیشن دوباره به میدان هوایی آمدند. در اینجا آمدند قرار خودتان میبینید ازدحام و مردم است. هیچ نوع همدردی نیست، موتراه است. این در حال است که گفته می شود با افزایش نامنی در شمال شرق کشور و نیز مشکلات در راه های زمینی، شمار زیادی از باشندگان ولایت کندز و بدخشان تلاش دارند تا برای حل مشکلاتشان در مرکز با هواپیماها رفت آمد کنند. از سوی دیگر شمار از خانواده هایی که از ولایت کندز به شهر مزار شریف رفتند از حکومت می خواهند که به آسیب دیدگان جنگ ولایت کندز کمک کنند. آنان می گویند که خانواده هایی که در کندز ماندند در اوضاع دشوار زندگی می کنند و سخت می کشند به دستگیری نیاز دارند. این خانواده ها می گویند که طالبان در کندز مرتکب جنایت بشری شدند و ستمی را که هراس افغانان بر آنان روا داشتند هرگز فراموش نمی کنند. کودکی که از شدت درد می نالد و شدیداً بیمار است. یک روز می شود که با مادرش از ولایت کندز به مزار شریف آمده است تا گواهی خشونت هراس افغانان بر شهروندان کندز نباشد. مادرش از شرایط دشوار زندگی می نالد و از دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی شکوه دارد. 4 تا اولادم با اولادم کلش مریض است، عادت به دکتوری دکتور یافت نمیشه که دوایی کنم چیز کنم. خودم افتیدم در جنگ دویدم دست به مایده و یک همسایه ما 3 تا بچه‌ش پشت هم یکیش رفت پشت نان یکی اون رو کش طالب و دیگه‌ش رفت رو میجاد بده اون هم کش. از یک خانه 3 تا شهید داره. اینجا مرکز گردهمایی زائران خانه خدا در نزدیکی میدان هوایی در شهر مزار شریف است، جایی که اکنون ده ها خانواده بیجا شده از کندز در همین جا جابجا شده. لطیفه 40 سال دارد و هر سال می شود که در صفوف پلیس ملی ایفای وظیفه می کند. او با 2 پسرش به مزار شریف آمدند، اما شوهر و 3 دخترش تا هنوز در کندوز هستند. 3 دخترکم خواهی شوهرم دیگه اون آدم کندوز مانده هم. یعنی خودم خواهی 2 بچه‌کم در امام صاحب ماندم. باز امام صاحب دین اروز امام شیرخان بندر آمدیم و شیرخان بندر ای طرف آمدیم. اگر مسلمان است، اگر انسان است، اگر بشر است، بسیاری حال قندوز یک رحم کنه. این قندوز به چی آزاد است؟ اینان کودکانی هستند که از جنگ در قندوز سخت زیانمند شدند و از آموزش باز ماندند. میگویند هراس افغانان مکتبهایشان را آتش زدند و آنان را از دادگاهشان بیجا کردند. مکتب ما را سوختند. دیگر گدوادی شد در ولایت قندوز. هیچ کس در بیرون کوچه نمی رفت. طالبان دی اخر تا جنگ ده منگنوش تو گدوادی ده. مکتب ها ران سوختن، حالی ما در مکتب رفتن نمی تانیم. قندوز آواره شد، آمدیم در مزار، باز نفر رفت در کابل. تا کنون بیشتر از 70 خانواده از قندوز به ولایت بلخ بیجا شده. شمار از بازرگانان ملی به کمک این بیجا شدگان شتافتند و میگویم که این خانواده ها را از رهگذر مالی پشتیبانی میکنند. فعلا 77 فامیل شامل 409 نفر به فامیل وار است و 88 نفر انفرادی که اینا از طریق تیارای ورتلوت انتقال شده و قسمان هم از طریق زمینی آمدن. این خانواده ها میگویند اگر امنیت تأمین شود به زودترین فرصت به خانه هایشان برمیگردند، هرچند خسارات هنگفت برایشان به بار آمده است.